بازی ارتش سری بازی استدلالی نقش مخفیه که با 10 بازیکن شروع میشه. از این 10 تا 3 تاشون جزء گشتاپوهای بازی یعنی یا همون ساید منفی، یعنی کسلر، راینهارت و گشتاپو. 5 نفرشون هم پارتیزانن و جزء ساید مثبت بازی یعنی کرتیس، دوتا مامور نجات، دکتر پاسکال و خلبان. دوتا بازیکنی که میمونن مشتریای بازی ان که تو شروع بازی سایدی ندارن و بی‌طرفن. تو این بازی 7 تا اسلحه داریم که 3 تاش دست گشتاپوهای بازی، 3 تاش هم دست پارتیزان و یه دونه اسلحه ای هم که میمونه دست صاحب کافه یا همون گرداننده است. حالا ببینیم هر نقشی چه قابلیتی داره. بیایم سراغ گشتاپو. اول از همه رئیس گشتاپو کسلر. کسلر نقش خیلی جذابیه چون میتونه تو گفتگوهای خصوصی دروغ بگه و یه جلیقه نجات هم داره. کسلر یاراشو نمیبینه ولی یاراش یعنی راینهارت و گشتاپو اونو میبینن. راینهارت بازی اون تو وضعیت اضطراری چشماشو باز میکنه و اگه بتونه نقشه یکی از بازیکنها رو به گردنده اعلام کنه اون بازیکن از بازی خارج میشه. و گشتاپوی ساده بازی که قابلیت خاصی نداره ولی مثل بقیه گشتاپوها مسلح. تو پارتیزانا فرماندهشون کرتیسه. کرتیس نقش کلیدیه به خاطر اینکه 3 تا از نقشای اصلی بازی رو با هم میبینه، یعنی دکتر، خلبان و کسلر، ولی خب از هویت هیچ کدومشون با خبر نیست و در طول بازی باید تشخیص بده که هر نقش برای کدوم بازیکن. دو مامور نجات قابلیت خاصی ندارن ولی اسلحه دارن. دکتر پاسکال میتونه تو کل بازی 2 نفر از شلیک نجات بده. و خلبان بازی که تقریبا بازی حول محور اون میچرخه چون همه اونو زنده میخوان، باید مواظب باشه هویتش فاش نشه. خلبان هم مثل کسلر جلیقه نجات داره و تو گفتگوهای خصوصی میتونه دروغ بگه. در ضمن خلبان اسلحه نداره ولی میتونه فقط از ساید مثبت بازی اسلحه بگه. تو ارتش سری 2 تا وضعیت اصلی داریم، وضعیت عادی، وضعیت اضطراری. وضعیت عادی بازی هر کسی تو نوبتش صحبت میکنه و اگه دلش خواست یکی از این دوتا کار رو انجام میده. از توکن گفتگوی 0900ش استفاده میکنه و یکی رو به گفتگو دعوت میکنه. تو گفتگوی خصوصی کسی که دعوت میشه باید صادقانه سایدش رو بگه، البته به غیر از کسلر و خلبان. اتفاق مهم دیگه که تو گفتگوی خصوصی رقم میخوره اینه که شما میتونین اسلحه رد و بدل کنید، همون اسلحه‌ای که دست گرداننده است. یعنی اگه مشتریای بازی با یکی از نقشه اسلحه دار به گفتگو برن، نقشه اسلحه دار میتونن اسلحه گرداننده رو به اون مشتری بدن و اونو به ساید خودشون دعوت کنن، چه گشتاپو چه پارتیزان. دومین کاری که میتونید تو نوبتتون انجام بدین شلیک کردنه، البته اگه اسلحه داشته باشید. تو روز روشن جلوی چشم همه به یک نفر شلیک میکنید. به محض اینکه تیر زده بشه وارد وضعیت اضطراری میشیم و همه چشماشون رو میبندن. دکتر بازی تصمیم میگیره اون شخصی که به شلیک شده تو بازی بمونه یا از بازی خارج شه. فارغ از تصمیم دکتر، اون شخص فرصت داره دکتر رو درست حدس بزنه. اگه این کارو بکنه تو بازی میمونه و از تعداد سیوای دکتر کم میشه. وضعیت اضطراری. اگه توی دور بازی هیچکس شلیکی انجام نده، در انتهای دور به وضعیت اضطراری میریم. تو این وضعیت رای گیری با چشمای بسته انجام میشه. اگر بازیکنی نصف یا بیشتر رای بیاره از بازی خارج میشه. هر 2 نفری هم که از بازی خارج میشن، گرداننده موظفه بدون هیچ ترتیبی ساید اونا رو اعلام کنه. هدف کلی بازیکن‌ها تو ارتش سری اینه که ساید مخالفشون رو از بین ببرن و خلبان رو زنده از کافه خارج کنن. پارتیزان‌ها میخوان خلبان رو نجات بدن، گشتاپوها میخوان خلبان رو دستگیر کنن. در این حال باید تلاش کنن مشتری‌ها رو به ساید خودشون دعوت کنن و تعدادشون رو بیشتر کنن. بازی تو 2 حالت تموم میشه. 1 خلبان کشته بشه که در این صورت سایدی که خلبان رو کشته بازنده بازیه. فراموش نکنید که خلبان یه جلیقه نجات داره. 2 تمام تیرای بازی زده بشه و رای گیری انجام بشه. میرسیم به سرشماری. تعداد هر سایدی بیشتر باشه برنده بازیه. اگر هم مساوی شدن گشتاپا بازی بردن. بازی ارتش سری یک بازی استدلالی استنتاجی گروهی است. این بازی جذاب فکری کاملا ایرانی است. اما مثل اغلب بازی های نقش مخفی یک داستان فرضی دارد. داستان و جهان فرضی بازی ارتش سری برگرفته از سریالی پرطرفدار به همین نام است که مربوط به وقایع جنگ جهانی دوم می شود. نبردی بین پارتیزان ها و ارتش آلمان نازی برای نجات خلبان ها. همه نقش ها در این بازی تصادفی تقسیم می شود. هر نوع تشابه نام و تصویر اتفاقی است.
خانم آقایان سلام، اینجا کافه کاندید 1945 بلژیک. به فینال ارتش سری قسمت سوم خوش آمدید. رفقای عزیزم، چه دوستانی، چه اساتیدی، چقدر ترسناک. بله بله. کام آن ایتیک پسیب جه سپا. چی شده؟ چرا ناراحت؟ این بار دیگه فرق. واقعا اصلا جو لو دتست، جو لو دتست، جو ربته جو لو دتست. پورکوی؟ ایس بو سوپسونه دتر اون اسپیان. مامازل الینا وی دی اتول موند کسکی لپسه. S'il vous plaît. Vraiment? از دست ما کمکی برمیاد؟ آفرین. چی گفتی که آروم شدی یهو؟ یه چیزی بین خودم. Tout le monde. Mesdames et messieurs. Oh. Tout le monde sait que je travaille ici depuis 5 ans. ترجمه کنم یا متوجه شدی؟ نه دیگه، در این حدی که تو می‌فهمی ما. Je suis pas un espion. Je suis pas un espion. Comment je dois le dire? Tu es plus chez un mécanicien. تو مکانیکو رفته پیش یه مکانیکی، اون گفته از تسمش است، کسلر بوده اون. خب حالا ما همدلی میکنیم با شما که از همزبانی خوشتر است، گرچه نفهمیدیم ولی با شما هم درد. اجازه میفرمایید دوستان؟ مکانیکی مامازل الینا وی جی دی چیز انوایسور ایل می سوپسون که شوی اون اسپیون. Mais vous me connaissez, oui? Ah, گرفتم. شکست عشقیه. کارشون درست. گرفتم. افتخارش. Tu as fini? Oui. C'était impossible. ستم کردم. افتخارش ولی دست بزن. Ferme la porte. Mademoiselle, s'il vous plaît. همینو گفت دیگه. نه میگه ست کردن با نه گفت ستم کردن. آره نه گفته ستم کردن، یعنی ست که خدا کردن. داد گفت اشتباه گفت. فینال اول، رقابت سوم. رفقای عزیزم خسته نباشید، از بازی هفته قبل نفسگیر درجه یک با کلی اتفاق جذاب. من خداداد از زیر ماچش بکنم. قربونت برم الهی. چاکرم. هر چی تو خوبی این سعید ابو طالب. خیلی ارادت دارم، خیلی مخلصم. آماده یه فینال جذاب هستی؟ هستیم. اونایی هستیم. که قراره این دست انتقام بگیرن میگیرن؟ یعنی واقعا به نظرتون اومدن که هفتیر بکشن؟ حالا. مثلا روز یک و دو یه کاری کنن که موتور بازی را بیفته یا نه؟ حالا. مطمئن باشم، خاطرم جمع باشه. و قبل از اینکه کارتا رو تقسیم کنم، داوطلب میخوام برای سر صحبت. کی داوطلب میشه؟ آقای عباس جمشیدی سر صحبت؟ بله. پس همین وری بریم دیگه، موافقی؟ شما میشه انتهای صحبت. دلیل داشته واقعا یا همین جوری؟ کاراش تا حالا دلیلی داشته؟ اصلا فکر نکردی چرا میخوای سر صحبت بشی؟ هیچ چیزی نداره. میخوای سر صحبت حالا که اینطور شد به خاطر اینکه مشت محکمی بزنیم بر دهان آقای سروش جمشیدی از اون سمت میشه. نه، اگه کسی میخواد سر صحبت باشه دست بلند کنه من ببینم. سروش دست بلند کن، تو که انقدر چیزی. نه فقط دلیل پرسیده است. نه دست بلند کن. آقا من نمیخوام سر صحبت. آقا نمیخوان سر صحبت. یکی که میخواد سر صحبت باشه دست بلند کنه. آقا تشکر، شما سر صحبت باشید. خانم دهخانی دستشون رو بلند کرد. خانم دهخانی سر صحبت. آقای راحت شو. آقای رفیع شما میفهمید که دست از کدوم ور بچرخه؟ چینا از سمت آقای خداداد است، یعنی به این سمت به چرخه. بله. موافقی؟ تای صحبت میشه خانم گرد. بله انتهای صحبت میشن خانم آشا مهرابی. تمام موافقی؟ بله آقا. آقا میخوام خیلی سفت و سخت بگیرم این بازی رو با تمام قوانین و
زوایای مختلف پیدا و پنهان بازی که بعضیش شما در بازی هستید میبینید، بعضیش رو من شخصا تو اتاق گفتگو میبینم و راستش رو بخوای مرتبم ما داریم با هم یه چیزایی رو دبل چک میکنیم برای اینکه قوانین دقیق و درست پیاده بشه. میشه خواهش کنم همه موقع تقسیم کارت هم ماسک بزنن؟ بله لطفاً لطفاً. میشه خواهش کنم؟ بله سپاسگزار از همه. واسه یه دفعش کنیم؟ نه فینال سومه این کارو بکنیم لطفاً. کارتی هم میدی بگو کیه دیگه، راست میگه سریع‌تر میچرخه دیگه. بسیار خوب، همه موافقن؟ بله قبوله قبوله. الان میخوام بریم بخوابیم. بله بسیار خوب بسیار خوب بسیار خوب. آماده سر صحبت سرکار خانم دهقانی. خانم دهقانی لطفاً کارتتون رو میبینین همینجا. اعلام وضعیت اضطراری میکنم. اعلام وضعیت عادی. سر صحبت قرار شد که سرکار خانم دهقانی باشن و بازی از این سمت به چرخه. خانم دهقانی بفرمایید این ترن چالش و پلاک 0900 و شلیک ندارد. بفرم. سلام به همگی، سلام مجدد. امروز سومین روز فینالمونه و اینکه خیلی خیلی خوشحالم که واقعا کنار شما هم. اول اینکه توی پرانتز این حرفای منو داشته باشین، من از آقای سعید ابوطالب بسیار تشکر میکنم بابت اینکه من که کوچیک جمعتونم اجازه دادن و خواستن که من در این بازی باشم و خیلی خوشحال شدم واقعا با تک تکتون کار کردم و خاطره خیلی قشنگی رو برای من تو این کافه ثبت کردن و از شما و همه عوامل. این از این، اینو توی پرانتز فقط خواستم، شاید دیگه اصلا نتونم حرفی این حرفا رو بزنم. استدام شما بزرگوارید. بفهم. خب من شروع میکنم. تارگتمو میزنم، آقای رامین راستاد، آقای رفیعی و از اینجا به خانم ها مشکوکم، از جمله همچنان خانم مهرابی. ولی خانم مهرابی نمیدونم، میتونین سفید بشین. فعلا این سه عزیز برای من مشکوک. متشکرم. سلام علیکم. داخل پرانتز، چون آقای ابوطالب گفت دستتو نذار رو میز، میذارم رو میز، چون ایشون نمیتونه به من بگه من چیکار کنم. من هم تشکر میکنم از آقای ابوطالب از اینجا به عنوان با 51 سال سن جزء پیشکسوتان گروه هستم. بح بح. خواهش میکنم شما هم تو پرانتز باز کنید، تشکر کنید از آقای سعید ابوطالب و اینی که من تارگتی ندارم، دوست دارم بشینم برای خودم حال کنم. حال. سلام، منم رامین راستادم. من بیرون پرانتز تشکر میکنم از آقای ابوطالب که ما رو دور هم جمع کردن. من کوچیک شما ولی با 52 سال سن میگم که ایشون بزرگ ما این که 51 سالشونه و حرف ایشون رو گوش میکنیم. خانم دهقانی اصلا اولین نفر یعنی چی؟ مرسی جان. متشکرم. سلام علیکم، خسته نباشین. خب من دوست ندارم اصلا اول دست هیچ وقت تارگت بزنم. حتی خانم دهقانی به من اشاره کردم، بعد گفتم استاد رفیعی منم یه اینجوری کرد. قربونتون برم. چکر. بله سلام، حسین رفیعی هستم. بنده هم تشکر میکنم از جناب آقای ابوطالب عزیز و تیم حرفه‌ای و خفنشون که فراهم کردن این کافه و این بازی زیبا رو که دور هم جمع بشیم. نمیخوام تارگت بک بزنم ولی نوع صحبتتون که همه ما رو وادار کردید به این گفتگو، کلا تو این مدت یک ماه تمرین هر کی بلند شه این حرفو بزنه مشکوکه و شما تارگت هستین. از این میز
تارگتی ندارم، تو میز خودمونم ندارم، به سروش و بهنام عزیزم هم تارگت میزنم، همینجوری دلی دلم میخواد. سپاسگزارم آقای سلیمانی. خب طبیعتاً ما هم تشکر میکنیم از همگی، از آقای ابوطالب، تیم پشت صحنه و همه زحمتایی که کشیدن. ولی یه نکته ای رو میخوام فقط به عنوان یادآوری به گروه نجات. اگر بازی قبل رو تونستیم ببریم با اعتمادی بود که به هم کردیم، خواهش میکنم همون شکل رو در این بازی هم ببینیم. خواهش میکنم ازتون، این در واقع به عنوان یک یادآوری بود. من هم طبیعتاً یه درصد زیر 50% خانم دهقانی، عباس عزیز و سروش عزیز. سپاسگزارم جناب، تشکر. منم سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که اینجا هم. به هر حال همه تشکر کردن. خب به من آقای حسین رفیعی تارگت زدن. خانم دهقانی الان نمیخوام چون یکی دو نفر به شما، ولی شما معمولا پا میشین صحبت میکنید تارگت میزنید، ولی به نظر میرسه الان خیلی تارگت نزدید. میدونم دوره اوله، فعلا تارگت بکت هم نمیکنم، ولی حواسم بهت هست. همین تا بچرخه ببینیم، فکر میکنم از اون بازی های جذاب باشه. امیدوارم. سپاسگزارم. بفهم جان. چه روخی گرفته. آره چه روخ عقابی نشون میده. درود بر همه. سروش بازیم. منم با 43 سال نمیدونم چیتونم، بزرگتونم، کوچیکتونم. حد وسط. شما چشمایی. 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 آره. و خدمتتون عرض کنم که من فقط یک مقدار الان روی خانم قلی‌خانی مشکوکم، به خاطری که احساس میکنم یکم فضاشون تغییر کرده. همین حسیه، اصلا هیچ دلیلی نداره. خیلی متشکرم. سپاسگزارم خانم قلی‌خانی. سلام به همه، خوشحالم که یه بار دیگه در خدمتتون هستم. آقای کوروش سلیمانی، شما برای من مشکوک هستین و به شما تارگت میزنم. میدونین چرا؟ چون که اصلا لزومی نداشت که تأکید کنید که حالا که ما گروه نمیدونم نجات هستیم و اینا، به هر حال الان شما تارگت من هستین. سپاسگزار. انتهای صحبت سرکار خانم مهرابی. سلام، من آشا مهرابی هستم. خیلی خوشحالم که شب آخر فینال هم دارم باهاتون بازی میکنم. خیلی از این بازی لذت بردم. ممنون از آقای ابوطالب که ما رو تو این کافه دوره هم جمع کرد. بعد از مدت‌ها خیلیاتون رو دیدم، اونم با این لباسای به این قشنگی. مرسی از آقای نبویان عزیز. مرسی که اگر اشتباهیم مرتکب شدم استدعا می‌کنم. مرسی از همه بچهای پشت صحنه، از کیانای عزیز، و اینکه طبق معمول من تارگت نمیزنم. به انتهای صحبت رسیدیم. اعلام وضعیت اضطراری. نقش هایی که نام میبرن بدون اینکه ماسکشون رو صورت بردارن، فقط لایکشون بیاد بالا و لطفاً یه جوری بیاد بالا که دوربینا بتونن ثبت کنن. خلبان بازی لایک بده. کسلر بازی لایک بده. دکتر بازی لایک بده. کرتیس بازی ماسکشو برداره و لایک این سه نفر رو ببینه. خلبان و دکتر لایکاشونو بندازن. لایک کسلر بالا بمونه. گشتاپوی ساده و راینهارت ماسکاشونو بردارن. راینهارت بازی لایک بده. گشتاپوی ساده لایک بده. کسلر لایکشو بندازه. گشتاپو و راینهارت ماسکشونو بذارن.
دو مأمور نجات لایک بدن. دو مشتری بازی لایک بدن. سپاسگزارم. آماده میشیم. برگردیم به وضعیت عادی بازی. بفرمایید. سرکار خانم دهقانی ابتدای صحبت و انتهای صحبت. سرکار خانم مهرابی چالش لطفاً تعارف کنید. میتونید پلاک 0900 رو استفاده کنید و شلیک هم که جزی از بازی است از این لحظه به بعد. بفرمایید. دوستان من تشکر کردم به خاطر اینکه شاید که فرصت نبود و اینکه اگر روی تارگت هم خیلی 100% نبودم به خاطر اینکه داشتم یه حرفایی رو میگفتم که تا الان خواستم تشکر کنم و اینا. بحثم بحث این و اینکه آقای رفیعی و آقای سلیمانی و آقای بهنام تشکر از این سه عزیز برای من گشتاپو در میاد. دلیل دارم. روی موجی سوار شدین هر ستون. شما آقای رفیعی رو تارگت نمی کنین به خاطر اینکه ترسیدین چشم باز کنین. اجازه بدین. دلیل دارم. حالا من به خاطر این اتفاق نمیدونم شما بریم میخوام این 0900 رو استفاده کنم. آقای رفیعی رو میبرم. تایید میشه. پلاک 0900 سرکار خانم مهیاد اقانی برای آقای حسین رفیعی. تأکید میکنم که آقای حسین رفیعی اگر کسلر یا خلبان باشن حق دارن در این گفتگو دروغ بگن. فت اتونسیون سیلوپلی انتانجه میشه. جدید تأیید میشه. اصلا میدونیم یست تأیید میکنی. اصلا امکان مبادله اسلحه بین شما وجود ندارد. کباب. 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 اوش اگه دست بد نجات بودی با منو بیارین تو گفته کن. اگر فهمیدم نجات این سر درست شما منو ببرین تو گفته کن. شما گفته گفتونو خرج کن. اگر نجات که نجات هم من که نمیتونم به شما دروغ بگم. من نجاتم دروغ نمیتونم بهت بگم. اگر کسی باشی ممکن دروغ بگی. نشان Change the table. Yeah. I'll no, 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 this. Please. Please. Is that my. Finish my order. Come on. And I'm going to show you Sofia. It's a bit of a film, Sofia. It's a bit of a film. She's the girl of it tonight. Penguin! Come on! I want cake and tea! With kebab! Come on, drink for me, please! ما یه دقیقه رفتیم بیرون، چی شد؟ شاهکار بود! خاطی کرده! خدا داد! خاطی کرده خدا داد! وای عالی بود! وای! سرکار خانم دهقانی، جناب حسین رفیعی، لطفاً هیچ دیتایی از اتاق گفتگوی خصوصی 0900 به بازی نیارید. آقای عزیزی نوبت داره. صحبت شماست. عرضم به خدمت شما که شما و آقای رفیعی رفتید دیگه، این یه دیالوگ تکراریه، باید ببینیم چه اتفاق میفته. من دوست دارم راحت بشینم، میگم حال کنم ببینم چه اتفاقی میفته. بفرمایید. مخلصیم. چالش دوستان. خب من ترجیح میدم که با آقای عزیزی عزیز
برم به اتاق 0900. تایید میشه. گفتگوی دوم این دور هست دوستان، لطفاً توجه کنید. نخواهش شما 52 من 51م. بفهم نخواهش جونم جون خواهش. آقای خداداد عزیزی، اگر کسپر یا خلبان باشن حق دارن در این گفتگو دروغ بگویند، بفرمایید. کی میتونه اینا تو کی دوست داری؟ حدیش بشه دوست داری؟ بعد دوست داری؟ چی؟ تو چی دوست داری؟ شما موظفین جواب بدید. بدونم کی دوست داره؟ دوست داره همونی که هستی رو بدونم. آه سایدو پلوس سیمایی دیگه تایید میشه. شما منو بیاری اینجا نوکرت. سپاسگزارم. لطفاً آقای راستاد، آقای عزیزی، از هیچ دیتایی از اتاق 0900 بیرون نیاد. سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان. خب کسی زیاد صحبت نکرده متاسفانه، فقط دوتا ملاقات داشتیم، خانم محیا و آقای رفیعی، و شما دو نفر که خیلی خوشحال و خندون اومدین بیرون، خیلی هم مثل اینکه اون تو بهتون خوش گذشته. تنها چیزی که میتونم بگم یک کوچولو به اون میز مشکوکم، آقای رامین راستاد، سکوت انضباطی، ایشون در دور بعد نه حق صحبت دارن، نه حق شلیک دارن، نه حق رأی دارن، نه چالش میتونن بگیرن، نه هیچ. این همه درخواست میکنم و این لایکو تو قسمت سوم فینال دیگه نمیتونم بپذیرم. با احترام به اون میز مشکوکم، خدا رو شکر ایشون هم که سکوت کردن، و ولی نمیدونم، حسین رفیعی همیشه حس خوبی بهش دارم از بچگی، از نظر من سفیده، شما از نظر من سفیدی، سروش 60-40 سیاهی، اون میزم که فعلا هیچی. سپاسگزارم. بله چرا خودت میگی چون خندیدی ما سیاهی؟ کجا در میاری یه دفعه همینجوری میپرونی یه چیزی رو؟ ای سپاسگزارم. خب دوستان عزیز، سراز جان، آیه عزیزی که تصمیم داشتن بشینن و در کافه لذت ببرن از بازی، ولی ریاکشن نشون دادن به تارگتی که عباس جمشیدیفر عزیز زدن. عباس شد اتفاقا بعد به حال ما، به دلیل اینکه باید آقای راستاد بعد از گفتگوشون صحبت میکردن و خیلی چیزها برای ما روشن میشد، ولی خب متاسفانه ایشون سکوت انضباطی شدن. نمیدونم، امیدوارم که یک حرکت تاکتیکی نبوده باشه. در حال حاضر تمرکزمو میذارم روی همین دو گفتگو و اتفاقاتی که افتاده. دلم میخواد صحبت های شما رو بشنوم و بعد صحبت های بعدی. سپاسگزارم. خیلی خب، من از تارگت ها که خوردم شون، خانم قلی خانی، البته به شما حق میدم که اگر اون یاداوری رو من کردم برای اینکه به هم اعتماد کنیم میتونه یه سویه منفی داشته باشه، ولی خواهش میکنم شما به قسمت مثبت ماجرا توجه بکنید. اگر بخوام یه سری اتفاقات رو ربط بدم به در واقع پوشاندن نقش یا مثلا فرافکنی، یه مقداری البته همیشه شیرین هست و شوخ‌طبع خداداد عزیزی عزیز، ولی این بازی امروزشون خیلی فوق‌العاده دیدنی بود و در این حال یه مقداری من شک کردم به شما. با اجازتون من جسارت میکنم، فعلا همین. سپاسگزارم. جانش کسی میخواد؟ خیلی خوب، من نظرم اینه که رامین راستاد و آقای عزیزی زود رفتن و زود برگشتن. این زود رفت و زود برگشتشون برای من خیلی توش چیزی نمیتونه در بیاد و احتمال این رو میدم که جفتشون سفید باشن. احتمال این رو میدم،
خیلی خوب نشد اتفاقا که چیز شدن، سکوت انضباطی گرفتن. خیلی خوب نشد چون دعوت کننده بودن، چون دعوت کننده بودن و میتونست. حالا ما میریم جلوتر و میزن. این که حالا من به شما دارم میگم که شما معمولا پا میشید، به نظر میرسه که الان دارید یه کارایی دارید میکنید که به نفعمونه و خواهش میکنم همینطور هم ادامه بدین. خواهش میکنم همینطور ادامه بدید. فعلا تا اینجا سروش رو از توش نمی... سروش رو هنوز بازی شروع نشده، نمیتونم بگم. ولی اینکه به هر حال شما دارید میگید، یه خورده عباس جان برای من یه حواسم بهت خواهد بود. راجع به خانومان فعلا نظری ندارم. سپاسگزارم. آقای سروش جمشیدی بفرمایید. خب خدمتتون عرض کنم که من احساس میکنم گفتگوی اول برای این گرفته شد که یک اتفاقی بیفتد، یعنی یک مراوداتی انجام بشود و اسلحه جا به جا شود. این حس من هست، به خاطر اینکه خانم دهخانی وقتی بلند شدن دو سه نفر رو اسم بردن و گفتن حالا از بین این سه نفر من یکی رو انتخاب میکنم، حالا به شانس میرم توی گفتگو، امکان داره حالا بتونن اسلحه‌ای به من بدن، من سایدی بگیرم و توی بازی قرار بگیرم چون بی‌هویت نباشم. حالا این استنباط من است. ولی اینکه گفتگوی اون دوستان زود تموم شد، بله زود تموم شد و این میشود که ممکنه توی یک سایت هم نبودن، سایت مخالف هم بودن، هیچ کاری هم نمیتونستن با هم انجام بدن و اومدن بیرون دیگه. ولی خب متاسفانه یه نفر، من باید یه مقدار بیشتر بررسی کنم. فعلا این نظر من درباره گفتگوست، بیشتر بررسی کنم قطعا بهتون میگم که چه اتفاقی داره میفته. خیلی متشکرم. خب کسی چالش میخواد؟ دوستان خانم دهقانی، آقای رفیعی، آقای سلیمانی و آقای تشکر رو در واقع اول اسم بردن و بعد آقای رفیعی رو انتخاب کردن برای اینکه صحبت بکنم باشون. من فکر میکنم که یه مقداری حساب شده بود، یعنی شاید این سه تا اسم رو بردن که حالا یکی از توشون انتخاب کردن، یعنی به یک مواردی آگاهی شاید داشته باشن. من نظرم اینه. و اینکه نه، موارد منفی منظورم نیست، اصلا موارد مثبت اتفاقا منظورمه. ولی در مورد گفتگوی آقای راستاد با آقای عزیزی فکر میکنم که شاید دلشون میخواست که یک اسلحه‌ای بگیرن آقای راستاد و اسلحه‌ای وجود نداشت. حدس من اینه، بخاطر همین خیلی زود تموم شد و برگشتن. این تکلیفشون خیلی زود معلوم شد و خنده آقای عزیزی منو خیلی مشکوک میکنه الان. خب واقعیت این که خیلی من فکتی الان ندارم، باز باید همین تکرار چیزایی که شما میگید رو داشته باشم، جز این که توی در واقع من اینجور که میبینم محیا به آقای رامین راستاد هم در ابتدای در واقع شکی داشت و بعد دیگه اون رو کاملا فراموش کرد، و ولی اینا هیچ کدوم هیچی رو مشخص نمیکنه. آقای عزیزی دوست داشتن که یه مقدار در آرامش به سر ببرن و اینکه بلافاصله آرامششون به هر حال به هم خورد، ولی من صبر میکنم بشنویم نتیجه گفتگوها رو بعد. متشکرم. شلیکی در این دور اتفاق نیفتاد، بنابراین میریم به وضعیت اضطراری. از راینهارت بازی میخوام که بیاد بالا. راینهارت آیا میخواد از قابلیتش استفاده کنه یا خیر؟ اگر راینهارت دهقانی، آقای رفیعی، آقای سلیمانی و آقای تشکر رو در واقع اول اسم بردن و بعد آقای رفیعی رو انتخاب کردم برای اینکه صحبت بکنم باشون. من فکر میکنم که یه مقداری حساب شده بود، یعنی شاید این سه تا اسم رو بردن که حالا یکی از توشون انتخاب کردن، یعنی به یک مواردی آگاهی شاید داشته باشن. متشکرم. از سر صحبت
سرکار خانم دهقانی رأی گیری میکنم. خانم دهقانی رأی ها رو میشمارم. آقای خداداد عزیزی آقای رامین راستال آقای عباس جمشیدی میشمارم آقای حسین رفیعی آقای کوروش سلیمانی آقای بهنام تشکر آقای سروش جمشیدی سرکار خانم شبنم قلی‌خانی و سرکار خانم آشا مهرابی رأی هاشون رو میشمارم. متشکرم. اعلام وضعیت عادی. نه خانی آمد و نه خانی رفت. سر صحبت خانم دهقانی بودن. 1، 2، و 3 آقای عباس جمشیدی فر سر صحبت. خب دوستم من اول درباره چالشم خواهم صحبت کنم. اینجا باید کرتیس بازی خیلی توجه کنه. من گردن میذارم 100 ایشون سفیده 100، اما باید کرتیس تایید کنه چون ممکنه به من دروغ بگه. در غیر این صورت ایشون برای من سفید هستن. تا اینجا سپاسگزارم. یه ذره وقتی که میگین ایشون سفیده یه ذره خب به هر حال حق بدین که رو شما شک داشته باشیم. از نظر من هم سفیدن ایشون، ولی یه دفعه انقدر خیلی واضح و نمیدونم. اگر امکان داره یه ذره واضح تر صحبت یکم فکر کنید، درست‌تر فکر کنید که گمراهمون نکنه. حسین رفیعی سفیده، هنوز هم رو حرفم هم هستم، ایشون هم 70% برام سفیده. نمیدونم چرا رو سروش، من همیشه رو سروش یک مشکلاتی دارم، نمیدونم چرا، دلیلشو واقعا نمیدونم. صحبت هم نکردی درست حسابی هیچی. و اینکه رامین راستاد هم نمیدونم، باید ببینیم چی میشه. یکم اذیت دارم میشه. من در اتاق گفتگو با سرکار خانم دهقانی صحبت کردیم. من به ایشون گفتم که پارتیزانیم، چون نمیتونستم دروغ بگم. ایشون منو برده بودن. هیچ چیزی بینمون رد و بدل نشده، یعنی امکانش نبوده. و ایشون بعد از مدت ها من و من به من گفتن که من در سایت سفید بازی میکنم و سفید هستم. من ازشون پرسیدم نقشتون چیه؟ خب گفت من نقشم و من با اینکه ایشون بزرگواری کردن و منو کاملا سفید اعلام کردن، برام 50-50 است. یعنی مطمئن نیستم که ایشون سفید. من از شما دوستان عزیز اگر در سایت پارتیزان هستین، خواهش میکنم که گفتگوتون رو خرج کنید و سرکار خانم دهقانی رو به گفتگو ببرید. یه موردی هست تو این چرخشی که شروع شد یه ذره بهش توجه کنید. به نظر شما بلند میشی یه جوری صحبت میکنی راجع به خانم دهقانی که ایشون انگار نقشش کرتیسه. شما میگی ایشون 3 نفر رو نشون میکنه، یکی رو میبره، درسته یا نه؟ شما داری این کار انجام میدی، شما داری به راینهارد علامت میدی، یه چیزی رو میگی که ایشونو نقششو شما نقشه داری، ایشونو به عنوان کرتیس معرفی میکنی، میگی ایشون یه نقشی داره که 3 نفر رو تعیین میکنه، یکی رو میبره و میخواد مطمئن باشه. ایشون خودش بعد بلند میشه میگه که من با ایشون رفتم، ایشون سفیده ولی کرتیس ایشونو تعیین کنه. حالا ایشون یا کرتیس هست یا نیست، ولی داره کرتیس بودن رو از رو خودش رد میکنه. شما ایشون به ایشون نقش کرتیس داری میدی. از نظر من شما مشکوکی، به این دلیلی که داری به راینهارد به همبازی گرا میدی که ایشون کرتیسه و نقش ایشونو کلام آخر
عذرخواهی میکنم. تا برسه نوبت خودم و راجع به دوست عزیزم صحبت کنم. سپاسگزارم، بفرم. البته من چالش دارم، فکر کردم راجع به این گفتگو هم صحبت میکنم. نمیخوام خدا... شما صحبت کنید بعد. منم موافقم در مورد خانم گلی خانی، ولی به حساب اشتباه میذارم. به حساب اشتباه میذارم. و خانم دهخانی رو به گفتگو دعوت میکنم. تایید میشه. گفتگوی اول این دور پلاک 0900 آقای کوروش سلیمانی. فت اتنسیون. انتاندی میشه. تأکید میکنم که اگر خانم دهخانی در این بازی کستر یا خلبان باشن حق دارن دروغ بگن. بله. بله بفرمایید. من سفیدم. تایید میشه. سفید هستم. من مشتریم. میتونی من مسلح کنم با تو بازی کنم؟ نه. حالا شما فرق سفید میتونم بازی کنم؟ آره. قول میدیم تو فرق سفید بازی کنم؟ اگه اصله بگی تطمیم. امیدوارم مثل آقای چه عباسی بشم شدید برای یه دقیقه کسی رو بدم اونو نه. با اصله به من میدیم؟ نه داریم گفتیم. نمیتونم من اصله؟ هست که بگیر تمامی او یس سپاس گذار مفید بود. تأکید میکنم به آقای سلیمانی و سرکار خانم دهخانی، تأکید میکنم، خواهش میکنم نسبت به اطلاعات اتاق 0900 هیچ واکنشی در بازی نشون ندید. من موظفم قانون رعایت کنم. چالش بفهمید. ببخشید یه توضیح بدم، فقط به خاطر اینکه یه وقت اشتباهی پیش نیاد این وسط. من چیزی رو که شنیدم تکرار کردم دوباره. ایشون اول دست به 3 نفر، یعنی اسم 3 نفر رو برد و 1 نفر رو از توی اون 3 نفر انتخاب کرد، وگرنه این دلیل بر هیچی نیست. این نظر منه. من ممکنه تو ذهنم یه فکرایی کردم که به زبون آوردم مثل بقیه آدما، وگرنه نه تایید میکنم اینکه ایشون نقشی داره یا نداره. سپاسگزارم جناب، تشکر. خیلی متشکرم. شاید ترجیح هممون بود که یه خورده خداداد عزیز راجع به گفتگوشون صحبت میکردن. منتها باید یک دور دیگه صبر کنیم تا صحبت‌های رامین راستاد رو هم بشنویم که ببینیم چیه. من همچنان نمیدونم، ولی همچنان احساس میکنم که اتفاقی اونجا نیفتاده بین این 2 نفر. و از کوروش خیلی ممنونم که خانم دهقانی رو برد. اجازه میخوام که من هم گفتگو مخرج کنم. گفتگوی دوم این دور تایید میشه. پلاک 0900 آقای تشکر برای آقای سلیمانی عزیز. سپاسگزارم، تایید میشه. بفرمایید. تاکید میکنم آقای سلیمانی اگر خلبان یا کستر باشن حق دارن در این گفتگو دروغ بگن. ژو بیان دکار میشه. دکار خوب هست. نباشی دوگو جو، هست نباشی نقشتون رو میتونم بپرسم؟ بازی کنم، اما ایشون گفتن نمیتونن اصلاح بدن. یه صحبتی هم کردن راجع به این. ای کاش اول شما میومدی. نمیدونم اسلحه داشته داده به حسین یا چیز دیگه. شما واقعا 52 سالتونه؟ اگه اجازه بدین خانم قلی خانی، من 54 سالم. 54 سال چی نگو؟ آقا جان من، یکی آقا صحبت نکنه. آقا میگه هر کی حرف بزنه باباش از گیله. ترکید بازی که من شاید نکنم. تو که گفته برو شما سفیدی؟ سفیده باز داده باید اون بازی میکنه.
شما چه سلر بازی نیستید؟ نمیتونم جواب بدن در این زمینه. اجازه به من بدید که به شما اصلاحی ندم. شما سفید نیستی؟ من سفید بازیم. خانه به دهی خانه گفت بخشش. من گفت من سفیدم. یعنی اصلا نمیتونم بهت بدم. کلام آخر آقای تاشم اصلاحه بدونم باید موضوع کنم. میشینو پقل پا. بله چشم میگم پقل پا میشینو پقل پا میشینو پقل سه ترازیم فا جو بزه ده جه عرفتی بو منتانده و مکم خونه سه کواسا در چشم تو خونه این اصیلش هم کنان اصاب خوبی نه پقل پا شیشه قیاش سفیال بابام سفینی نه میگه که سفینی سفینی کن میگه چش سفیدی نکن یه حسی به این میگه که سفینی ولی من بهت اطمینان میکنم. متشکرم. بفرمایید. آقای تشکر، آقای سلیمانی، تحت هیچ عنوان لطفاً اطلاعات اتاق 0900 رو به بازی نیارید. دو تا گفتگوی این دور استفاده شده. تا این لحظه تیری شلیک نشده. آقای سروش جمشیدی عزیز بله. چلنجرشون بله. آقای حسین رفیعی بفرمایید. جناب آقای بهنام تشکر از این کار شما بسیار تشکر میکنم. بسیار کار درستی بود. دوستان من اگر که حوصله کنن نتیجه گفتگوها رو بشنوم من فکر می‌کنم امشب در کافه ما شاید خیلی زودتر چراغ خاموش بشه. به یک قسمت از صحبت‌های خانم قلی‌خانی اشاره میکنم که خیلی هم بیراه نگفتن. سرکار خانم دهقانی در دست ابتدایی و صحبت به گونه ای خواستن ما رو ببرن به سمت این که ایشون احتمال داره که کرتیس بازی باشن با انتخاب سه نفر و اینکه بین سه نفر یه نفر انتخاب میکنن یه جوری شاید خواسته بودن اینو الغا کنن من نمیدونم ولی موضوعی که ایشون اشاره کردن بهشون من دوست داشتم توی اون بحث میگفتم کلام آخر ولی به هر حال من شرطو بر صداقت میذارم تا اینکه گفتگوهای شما رو هم ببینیم نتیجه‌اش میشه با سپاس دست بسیار فکرونم همه چی خیلی متشکرم ممنون آقای سروش جمشیدی من حالا نمیدونم دلیل اینکه شما فقط صحبت‌های ایشون رو بابت این قضیه شنیدین چی بود چون منم قبل از ایشون اینو عنوان کردم ولی کسی درباره من صحبتی نکرد. من گفتم که ایشون بلند شدن، سه نفر رو عنوان کردن و همینجوری رندوم انتخاب کردن با شما برن گفتم. منم اینو گفتم. حالا اینکه چرا با خانم قلی‌خانی اینجوری هی درگیرین که ایشون گفتن و ایشون دفاع کنن شما دوباره چیدین؟ اینو من نمیفهمم. منم ترجیح میدم که صبر کنم چون صبرم خیلی خوبه. و نتیجه گفتگوها رو آره سپاسگزارم سرکار خانم قلی‌خانی فکر میکنم که باید واقعا صبر کنیم به خاطر اینکه من خودم دیگه به اینجای بازی که رسید گفتگویی رو ندارم یعنی کسی رو نمیتونم ببرم چون تموم شد دو تا گفتگو ولی دوست داشتم که با یکی از دوستان برم توی گفتگو که حالا این اتفاق نیفتاد اما فکر میکنم دیگه از اینجا به بعد خب کرتیس میتونه به ما کمک بکنه این چیزی هم که حالا گفته شد و شما هم دوباره گفتید و اینا دیگه واقعا یه چیز خیلی حسی بود روش زوم نکنیم بهتره که بازی بره جلو متشکرم سرکار خانم مهرابی من بدون این که اصلا بخوام تارگت خاصی داشته باشم از این همه توضیح واضحات و هی تکرار و هی چالش گرفتن و دوباره راجع به یه قضیه کسی صحبت شده تموم شده بود راجع به خانم شبنم جان یه مقدار برام نمیفهمم اصلا نه حرفای شما رو میفهمم نه راستش حرف شبنم رو خیلی متوجه میشم حتما اولا تحسین میکنم پارتیزان ها رو که دارن با صبر بازی میکنن و با همین صبر منتظر نتیجه یه گفتگوها میمونم
اول از اینکه بچه ها این ستا رو شما انگار دستایی که بازی میکنیم و دستی که من بازی میکنم نمیبینید. دور اول معارفه که کسی چیزی نمیدونه که بخواد بگه. این اتفاق افتاد، بعد کارتا رو متوجه شدیم، بعد از این من آقای راستاد رو گفتم، بین آقای جمشیدی و اینجوری نگاه کردم، آقای رفیعی رو گفتم، این برای کسی رو نگفتم، اینجا هم خانم مهرابی رو تارگت گفتم مگه اینکه سفید بشین. در این حس بعد اومدم آقای رفیعی، بین آقای رفیعی و آقای تشکر مونده بودم، ایشون رو بردم. ببین به این صداقت کامل من توجه کنید لطفاً. فقط یک چیزی من اینجا گفتم، گردن میذارم اگر کرتیس ایشون رو تایید کنه. دو یه چیز دیگه هم دارم فکر نه نگه همین، چون من ایشون رو بردم، ایشون به من در نهایت به من راستشو بگه، مگه اینکه کسلر باشن یا چیز دیگه ای باشن که بتونن به من دروغ بگن. در غیر این صورت هیچ اتفاقی نمیفته. من به خاطر همین شما رو گردن گرفتم آقای رفی. همین. سپاسگزارم خداداد عزیزی. چالش؟ بله بفرمایید. نه من فقط خواستم که یادآوری کنم که شما به من تارگت نزدید دست اول. نه نزدید. آقای رفی چون شما توضیح هست، اول من راجع به دوست عزیزم صحبت کنم. من توی اتاق یکی از دلایلی که صریح اومدم بیرون، من خیلی آدم راحتی نشستم دارم حالم رو با خودم میکنم. من خودم یه موقعی باید یه تصمیماتی برای خودم بگیرم که آیا میتونم اسلحه بگیرم یا اسلحه نگیرم. و اگر توجه کرده باشید ایشون زودتر از منم پاشد اومد، سایدشم به من نگفت، نه سفید نه سیاه، میتونست جواب نده چون میتونست به هم دروغ بگه. من آخرین سوالم ازش این بود، سایدشم به من نگفت. من الان نه راجع به ایشون میگم ایشون سفیده نه سیاه، ولی من از ایشون چون اطلاعات نداشتم چیزی نگرفتم. من دوست ندارم، دوست دارم اون جایی که دلم میخواد بازی کنم. و اما راجع به شما خانم قلی خانی، شما هم توضیح خواستی، ایشون کاری که انجام داد، من اینو میگم، میگم با صحبت های ایشون، ایشونو کورتیس معرفی کرد و راینهارد میتونه اون وقت ایشونو بیرون کنه، درسته؟ این یعنی این که یا ایشون اشتباه کرده به گفته یه عده دوستان، یا ایشون جزء گشتاپو هست و داره نقش کورتیس رو رو میکنه تا راینهارد یک دونه از خرج کنه، یه دونه حالا به اشتباه. حتی من اینو دارم میگم، میگم اتفاقی گفته ده اینه، حتی به اشتباه خانم قلی خانی، من نمیگم شما، ولی میگم شما داری گرا میدی تو بازی. کلام آخر. خیلی ممنون، سپاسگزارم. به انتهای صحبت رسیدیم. با توجه به اینکه آقای راستاد در این دور صحبت نمی کنند و شلیکی هم اتفاق نیفتاده، اعلام وضعیت اضطراری ماسک روی صورت. لطفاً راینهارت بیاد بالا. راینهارت آیا میخواد امشب از قابلیتش استفاده کنه یا خیر؟ رأی گیری از سر صحبت جناب آقای عباس جمشیدی، رأی ها رو میشمارم. حسین رفیعی، کوروش سلیمانی، بهنام تشکر، سروش جمشیدی، شبنم قلی خانی، آشا مهرابی، مهیا دهقانی، خداداد عزیزی، و رامین راستاد. سپاسگزارم. اعلام وضعیت عادی. اعضای محترم کافه تصمیم گرفتن که با رأی گیری کسی از بازی خارج نشود. همه گی یک نفس راحتی بکشین تا ببینیم راینهارت چی بکرد. اما راینهارت موفق شد
با شناسایی نقش آقای حسین رفیعی. ایشون رو از بازی خارج کنه بدون وصیت. تشویقشون بفرمایید. سپاسگزارم. دست قبل آقای عباس جمشیدی فر سر صحبت بودن. 1-2-3 آقای سروش جمشیدی نوبت صحبت کنم. من چالش میدم به ممنون. دوستان عزیزم، اول از شما تشکر میکنم که حداقل منو سیاه نکردید. یه لحظه عرض منو گوش کنین. من با آقای خداداد عزیز رفتم اتاق 0900، پرسیدم چین سایدتون؟ نمیگفت، میگفت چی دوست داری باشم. گفتم چی این آقا، من دوست دارم همونی که هستیم باشین. هم گفت نه، تو بگو چی هست. میگو آقا بگو. حتی گرداننده هم بهش گفت آقا باید ساید بگی. گفت سیاه هم. بلند شدم، گفت بشین حرف بزنیم. گفتم حرفی نمیمونه. برای همین حتی خودشون میگن من زودتر اومدم بیرون. خب این پر واضحه. شما با خانم دهقانی بازی میکنی؟ بله. شما با ایشون بازی میکنین؟ دکتر خواهش میکنم سیو نکن، من به ایشون شلیک میکنم. سیو نکن بعد منو بندازه. پذیرفته نیست. تفنگ شما رو گرداننده ضبط میکنه. شما در چالش اعلام اسلحه کردید آقای رامین راستار. شرمنده ام، خیلی عذر میخوام ازتون. بفرمایید. خب من خدمتتون عرض کنم که اشکال نداره. آقای عزیزی، شما، من خیلی الان روی شما مشکوکم. خب و خیلی برای من سیاه شد. من برای اینکه گره‌ای که حداقل برای خودم ایجاد شده باز بشه، میخوام برم گفتگو با آقای راستاد. بله، تایید میشه. بفرمایید. آفرین. بفرمایید. عرض می‌کنم خدمتتون که آقای راستاد، خیلی متشکرم. اگر قلمان یا کسلر باشن، حق دارن در این گفتگو دروغ میگن. تایید میشه آقای سروش جمشیدی مسلح میشه به اسلحه ساید سفید. مدام 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 وو وو مدام نمره فت پامشیو وو یعنی چی؟ شما چرا من دارم فرقی نمیدونم؟ چرا من دارم؟
سپاسگزار. بفرمایید 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 بفرمایید. آقای راستاد عزیزم، آقای جمشیدی عزیز، خواهش میکنم هیچ عکس العملی که باعث وارد شدن دیتا به بازی از اتاق 0900 باشه انجام ندید. تمنا میکنم. سپاسگزارم. نوبت صحبت سرکار بلد. خانم قلی‌خانی چالنجرشون چالش خب بفرمایید شما بفرمایید. آقای بهنام تشکر. بله من اتاق رفتم، من با چالش بگیرم. بله بله نه آخه ایشون مرسی. حسین رفیعی، مهیاد ده، خانم دهقانی حسین رفیعی رو گردن گرفتن که سفیدن. تا اینجای کار خانم مهیاد دهقانی برای من سفید بازی هستن. من با کوروش سلیمانی عزیز رفتیم اتاق گفتگو. از کوروش سلیمانی پرسیدم که سایدت چیه و به من گفتن که من سایدم سفیده و حتی نقششونم گفتن به من و به لحاظ ملاحظاتی که باید بکنم راجب کوروش و سلیمانی از این به بعد خیلی نمیتونم راجبش حرف بزنم، ولی یک چیزی رو راجب کوروش میتونم بگم که به هر حال باید همینقدر که من بهش اعتماد دارم همینقدر ممکنه یک کوچولو بهش شک داشته باشم. و یه مکسی کردن تو گفتگوشون که اون یه خورده باعث شد که گفتگوی باشه که همونجا خاتمه پیدا کنه. یه مکسی کردن همین. ولی این محصل گفتگویی بود که من با کوروش سلیمانی عزیزم و حرفای کوروش رو هم باید بشنوید. سپاسگزارم. بفرمایید. خب من پشت دست شما آقای راستاد بازی میکنم، با حرفتون کاملا موافقم راجب آقای عزیزی، ولی میخوام که یه گفتگو داشته باشم. تایید میشه با خانم مهراب. این دومین گفتگو این دور هست. پلاک 0900 سرکار خانم قلی‌خانی برای گفتگو با خانم آشا مهرابی. اگر خانم آشا مهرابی در این گفتگو طلبان یا کسلر باشن حق دارن دروغ بگن. بفرمایید. من سایدم سفیده. همیشه تایید میکنیم. ساید سفید شما رو من وظیفه ندارم در سفید خانم تایید یا رد بدم. من اصلاحه میخوام. اصلاحه میخوام. بهشون اصلاحه میدیم. بله من اصلاحه میخوام. تو با آقای سلیتی داشت؟ من یک اصلاحه دارم. شما از این ورسه مشتری مسلح شده ساید سفید بودی هستیم. تایید میشه. بفرمید. چالش خان. خب آقای عزیزی، شما توی گفتگوتون، توی صحبتهاتون در رابطه با گفتگوی خودتون با یه سوتی دادین که برای من خودتون رو سیاه کردین. شما یک دروغ وارد بازی کردین که اگر راست بود قطعا گرداننده شما رو کیک میکرد. آره من حالا این حس منه دیگه دوستان، بهش فکر کن. خانم دهقانی، من مدل بازی شما رو میشناسم و شما وقتی که سیاه بازی هستین، وقتی گشتاپوین یه مدلی بازی میکنین. خب حالا شما حق دارین وقتی من دارم میگم سیاهی، شما نمیتونی تایید کنی که من سیاهم. شما سیاهی بعد قراره که آره. شما به نظر من اینا 100% نیست. بهش فکر کنین دوستانو، بهش فکر کنین، هیچ چیزی نداره. شما به نظرم سیاه بازی هستین. گشتاپوی مهمی هم هستین اینجوری که من احساس میکنم. آقای عزیزی شما مجدد برای من گشتاپوین. بله نقش خوبی هم دارین، درستم تشخیص میدین، دمتون گرم، من احساس میکنم. و اینکه آقای
جمشیدی مجدد شما برای من سیاهین. شما، شما و شما. این حس من رو بهش فکر کنین دوستان. متشکرم. من الان در مورد این بازی اگه بخوام صحبتی بکنم، یه سوالی برام پیش اومده. چرا آقای تشکر محیا رو سفید در واقع اعلام کردن؟ برای من سواله، چون که اتفاقا رفتن بیرون حسین عزیز بعد از اینکه محیایشون رو بیرون برد خیلی خیلی عجیبه. به این فکر کنین، من تا حدود خیلی زیادی با شما موافقم. من فقط خیلی منتظرم که حرفای شما رو بشنوم آقای تشکر راجع به ایشون. سپاسگزارم. خیلی خوب. دوستان نجات، دوستان نجات، این دو عزیز که کنار من بودن، از اون اول خانم مهرابی دارم به خانم قلی خانم میگم منو به بعد تو گفته بود. خانم قلی خانم، شما که میگی سفید، آقای راستاد من پشت دست شما باز میکنم، آقای راستاد میبردی تو گفته بود. این یک. دو، آقای جمشیدی، اجازه بده آقای جمشیدی، شما میگین من سیاهم، کی لایک میده؟ آقای عزیزی که از طرف آقای راستاد سیاه مطلق شدن و خانم مهرابی. خواهش میکنم نجات توجه کنه. من به آقای سلیمانی، یعنی آقای سلیمانی منو بردن، یک اتفاق اونجا افتاد. آقای تشکر، اگر اون چیزی که من میدونم شما هم میدونی، ایشون سفیده، ایشون سفیده. و خانم مهرابی، برای من رسمن دارم میگم شما دو عزیز سیاه شدیم، سیاه سیاه. و آقای عزیزی، چالش. چی میگی؟ اون منو سیاه میکنه، اونم منو سیاه میکنه، اون اونو سفید میکنه، چجوری میشه؟ یعنی ما سه نفر چی کار داریم میکنیم؟ چی میگی؟ بعد من با شما موافق نیستم به یه دلیل، با شما به این دلیل، به این دلیل، میدونم مهم نیست، به این دلیلی که شما داری بازی میکنی. اتفاقا ایشون رگ گردن میذاره با اینکه منو سیاه کرده، الان میگه سیاه من، رگ گردن میذاره میگه ایشون سفیده، ایشون راینهارد بیرون کرده، یعنی ایشون سفیده. تو که عکسشو گفتی، پس چرا اینو میگی سیاست؟ نگفتی این سیاست؟ گوش کنید، این الان میگه ایشونو نگفته سیاست، نگفتی سیاست؟ بکنم باید اینو فیلمو نگاه. چی میگی؟ آقای جمشیدی، لایف خودتو نزن، یه جور هنرچه بسیار خوبی هستی. به من نمیدونم چجوری سیاه میشی. ایشون من سایدم هم نگفتم که من سایدم چیه، گفتم ایشون آقای جمشیدی، گفتم ایشون میخواست به من اسلحه بده ولی من دوست نداشتم بگیرم، از هر کی دلم بخواد میگیرم. کجا سایدمو گفتم؟ متشکرم دوستان. چالش آقای راستاد، من اون لایکی که دادم به جمله آقای عزیزی بود که آقای راستاد بسیار هنرپیشه خوبی هستن، هیچ رفتی به بازی نداره، واقعا هنرپیشه خوبی هستن. نظر لطف شما. بفرمایید. اما اینجا ترجیح میدم هنرپیشه خوبی نباشم به خاطر حرفای آقای خداداد عزیزی. آقای خداداد عزیزی، شما چالش نگرفتین که پاشین منو بفروشین، میدونین چرا؟ چون وابسته نیستیم، چون باید فکر میکرد چی بگه، باید فکر میکرد. چالش گرفت، یه چیز دیگه گفت، بعد فکر کرد. آقا مگه ممکنه تو سفید باشی از من اسلحه نگیری؟ آقای سروش جمشیدی عزیز، لایک به کسی که باهاش تو اتاق گفتگوی خصوصی بودی، سکوت انضباطی به شما، شما در دور بعد به لایک به کسی که باهاش، اینو بارها تکرار کردم، سکوت انضباطی یعنی حق شلیک، حق رأی، حق صحبت، حق چالش در دور بعد بازی ندارید. بفرمایید. خواهش میکنم ازتون، حالا که به اینجا کشید راینهاردم نداریم، آقای سلیمانی با من بازی کن، آقای تشکر با من بازی کن،
خواهش میکنم ازتون، بعد منو بزنین، با لگد منو بزنین، رأی گیری کنین برای خانم مهیا دهقانی. خواهش میکنم ازتون، اینجایی که میتونم دارم میگم، رأی گیری کنین بعدش منو با لگد بندازین بیرون، شما دو نفر به خصوص. خواهش میکنم ازتون، خواهش میکنم. اگر نبود بسیار. من با لگد خودم میام، خودم به خودم لگد میزنم. متشکرم آقا. این همه بازی کردیم اینو دیگه من ندیده بودم، نه تو تمرین نه تو زب. تشکر میکنم آقا. بفرم آقای راستاد، من پشت دست شما بازی میکنم و تمام تلاشمونو بکنیم خانم مهیا رو بنزیمش بیرون، رأی بگیریم. آقای تشکر عزیز، ایشون رفتن صحبت کردند، ایشون با آقای عزیزی هم صحبت کردند، ایشون میگن آقای عزیزی سیاست، فعلا ما با آقای عزیزی کاری نداریم. ایشون یک دست سکوت انضباطی داشتند. خب وقتی که دارن رأی میدن به ایشون، یعنی که آقا به هر حال در تمام این اتفاقاتی که افتاده یک چیز دارن میدونن دیگه. آقای جمشیدی هم که هیچ، تعطیل نشسته اونجا. من میگم به حرف آقای راستاد گوش بدیم، رأی بگیریم، خانم دهقانی رو بفرستیمش استراحت کنه، بعد ما بقیه رو ببینیم باید چیکار بکنه. سپاسگزارم. چالنجر آقای سلیمانی. آقای خداداد عزیزی بفرمایید. شما گفتید که من چالش گرفتم، چته بابا؟ من چالش نگرفتم عزیزم، من سر نوبتم صحبت کردم، قربونت برم. این همه پس چی یاد داشت؟ الان اگه دروغ میگم بگید من که صحبت کردم. الان چالش گرفتم، من سر صحبتم صحبت کردم، یکی دیگه واضحه الان دارم چالش میگیرم. پس چجوری گفتی من چالش گرفتم؟ تو که مینویسی همه اینا رو. اوکی، ایشون سفید من سیاه، رأی بگیریم برای خانم. به گفته ایشون، به گفته ایشون، اگر ایشون سفید بود استعلام کرد، شما و شما جفتتون ما گشلاپوی جفتتون با هم که دارید با هم بازی. سپاسگزارم. آقای سلیمانی بفرمایید. خیلی خوب، طبیعتا من باید همون ابتدا با شروع دست نوبت میگرفتم، چالش میگرفتم که حرف بزنم، چون دو تا گفتگوی مهم رو رفتم انجام دادم. از صحبت اولیام بگم که ایشون خودشون رو سفید اعلام کردن. خب در مورد آقای تشکر هم همینطور، ایشون هم خودشون رو به من سفید معرفی کردن. توجه می‌فرمایید؟ کلام آخرتون. سپاسگزار. ببخشید. متشکرم جناب تشکر. انتهای صحبت بفرمایید. بفرمایید چش. دوستان نجات، من برای شما خیلی مهمم، نکنید. این دو عزیز مطمئنم سیاهین، مطمئنم گشتاپوین. اگر منو بدید بیرون، همه ی وجودم واسه این کافه میذارم که بدترین بازی عمرم انگار انجام دادم و اصلا نمیدونم چی بگم. یعنی به این قدرت دارم اصلا نمیدونم واقعا بعد چی بگم. میخوام بگم این کارو با رأی منم ندید بیرون، این کارو نکنید. سپاس بسیار. ای کاش کوروش عزیز یکی دو جمله هم بیشتر راجع به من میگفت. البته حق میدم بهشون، دعوت کننده من، ولی حسین رفیعی رو خانم دهقانی صد گردن گرفت، گفت سفید بازیه. ببین من دارم، اجازه بده، من دارم طبق اون چیزی که دارم میبینم دارم اعتماد میکنم و میرم جلو. لطفاً خواهش میکنم آقای جمشیدی، خواهش میکنم، من یه چیزی میگم دوستان، قبل از اینکه راجب خانم دهقانی صحبت کنم، من میگم اون میز به شدت و به شدت مشکوک. ایشون داره میگه ایشون سیاهه، آقای خداداد عزیزی میگه رامین راستاد سیاهه، من دارم میگم از بین این دو نفر یکی سیاه است. خیلی خوب، پس به نظر میرسه، اجازه بده، پس به نظر میرسه این میز میتونه برای ما مهمتر باشه. خانم دهقانی رو داریم،
خانم دهقانی رو داریم به عنوان شک که وقتی راجع به خانم دهقانی صحبت میکنیم شما عزیزان لایک میدید، سروش عباسیان لایک میدن، خداداد عزیزی عزیز خیلی دلشون میخواد که خانم دهقانی برن بیرون و سروش عزیز. خب خیلی اجازه بدین، من دارم میگم تو اون میز یک اتفاق کلام آخر که مستنده، من فکر میکنم بریم رو اون میز. آقای عزیزی لطفا فقط لایک و دیسلایک. خیلی متشکرم، سپاسگزارم. میدونید که شلیکی اتفاق نیفتاده، به سر صحبت رسیدیم، میریم به وضعیت اضطراری. میدونید که راینهارت بازی عمل کردشو داشته، پس فقط رأی‌گیری میکنیم در این وضعیت اضطراری. از سر صحبت آقای سروش جمشیدی رأی‌ها رو میشمارم. سرکار خانم قلی‌خانی رأی‌ها رو میشمارم. سرکار خانم مهرابی، سرکار خانم دهقانی، خانم دهقانی رو داریم به عنوان شک. آقای خداداد عزیزی، آقای رامین راستاد، آقای عباس جمشیدی فر، آقای کوروش سلیمانی، آقای بهنام تشکر. اعلام وضعیت عادی و حاضرین در کافه تصمیم گرفتن که کسی از بازی بیرون نرود جز سرکار خانم محیا دهقانی. لطفاً لطفاً وصیت بفرمایید، شما میتونید و بعد از اون با تشویق دوستان جمع ما رو ترک کنید. آقای بهنام تشکر صد سفیده، روی رأیایی که داشتن میدادن مکسا رو خیلی توجه کنید. آقای جمشیدی فر، اگر نجاتی داری گشتاپو بازی میکنی، این دو عزیز صد گشتاپو هن، صد و هزار گشتاپو هن. بین این دو عزیز و این دو عزیز تکلیف رو روشن کنید. با سپاس بسیار، تشویق. حتی تکلیف ما معلوم شد. تعداد گفتگوهای استفاده شده در بازی ششتا، تعداد شلیک انجام شده نداشتیم، اما یک اسلحه از بین رفته، اسلحه آقای راستاد. اسلحه دست گرداننده صفر و در دور چهارم بازی هستیم. میدونید که دو نفر از بازی بیرون هستن، یکیشون از گروه نجات بوده قطعاً که با تشخیص راینهارت بیرون رفته، خیلی احتیاج به توضیح نداره، اما آن دیگری از گروه نجات بوده. سر صحبت آقای جمشیدی بودن، یک دو سه آقای خداداد عزیزی سر دالش. صحبت انتهای صحبت به شما نمیدن، سرکار خانم نمیدن، سرکار خانم آشا مهرابی بفرمایید به شما میدن. آقا خواهش میکنم، چالش آقای عزیزی پا میشن چالش تعارف میکنن، بقیه دستاشون میان جلو، ایشون خواستن چالش رو میدن نخواستن نمیدن، بفرمایید خانم مهرابی. از اینکه ما محیا در واقع با اینکه ناراحتم از اینکه یه دونه پارتیزان رفت بیرون، ولی از اینکه یه دونه پارتیز مشخص شد تکلیفم، چون محیا خیلی آدم ها، یعنی منو خیلی به اشتباه همیشه میندازه، من دیگه راجب خودم که مطمئنم که در مورد ایشون هم دارم به شما میگم، ایشون صد پارتیزان، من پارتیزان، یعنی از ما دو نفر شما باید خیالتون راحت باشه.
من متاسفم که دوتا پارتیزان بیرون داریم، ولی الان کاملا دیگه تکلیفمون مشخصه. خیلی به وصیت‌ها و اینا نباید دقت کنیم. سپاس بسیار. بفرمایید. آقای تشکر، چون شما سفید کردی من به شما ندادم، به ایشون هم هیچ، چون سفید کردی ایشونو، شما ایشونو سفید کردی و گفتی نبریم تو رأی. دارم تایید میکنم شما رو، و اما به شما هیچ وقت نمیدم. شما اینو بردی، همه کار کردی، تموم شد. چالش رو میفرمایید دیگه؟ بله 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 بله. نه چالش کار ندارم. آره، ایشونو بردی تو چالش و بیرونش کردی، بعد مدعی هستی که من سیام. فکر میکنم سروش خیلی چیزا معلومه. اگر من سیاه باشم پس این چیه؟ الان اشتباه کرده؟ ایشون اشتباه کرده یا درست بوده؟ اشتباه کرده؟ پس ایشون سیاهه. من شمارم نمیفهمم چی میگی. پس چرا ایشون رو رأی گرفتید به گفته ایشون؟ چرا رأی گرفتید براش؟ ایشون که سفید بوده، ایشون که رگ گردنش هم داد برای آقای رفیق، و بابا ایشون سفیده. کلام پایانی آقای خدا رو دزدید. شما جزء کسایی بودی که قبول نکردی، الانم قبول نمی‌کنی ایشون سیاه؟ سپاسگزارم. بفرمایید آقای راستا. ایشون چالش، بفرمایید. خانم مهرابی، چرا کسی که سفید است و رفته است بیرون به حرفش توجه نکنیم؟ چرا توجه نکنیم به حرفاش؟ شما با ایشون تشریف بردید اونجا، گفتید که ایشون صد سفیدن. شما هم که سفیدی. آقای خداداد عزیزی میگه سفیده، میگن ایشون سیاهه. سروش جمشیدی میگه سفیدن. آقای کوروش سلیمانی و ایشون رو من هنوز نمیدونم، ولی به زعم من کوروش سلیمانی عزیز، آقا همه سفیدیم. با سپاس بسیار، متشکرم. بله. خب دوستان، من کسی بودم که اصرار داشتم که خانم محیا رو با رأی بفرستیم بیرون. اشتباه کردم، میپذیرم. تاوانش هم برای پارتیزان‌ها هرچی هست میدم. گفتم منو بندازین بیرون، بندازین، حق دارین، چون قبلش گفتم. اما شما رو پاک نمیکنه. آقای عزیزی، من اشتباه نکردم. خودت داری میگی تو مینویسی. من نوشتم ترنتون که شد چالش، ترن که شروع شد چالش گرفتین، هیچی راجع به من نگفتین. بچه‌ها گفتن چرا راجع به رامین چی نگفتی؟ گفتی گذاشتم نوبتم بشه بگم. من اشتباه نمیکنم. شما سیاه مطلق بازی هستین، حتی اگه من در مورد خانم دهخانی اشتباه کرده باشم، بابتش عذرخواهی میکنم. گردنم از مون نازک‌تر، گفتم منو بندازیم بیرون، ولی من اشتباه کردم. اما در مورد شما ذره‌ای کوتاه نمیام. بزنیم اگر اسلحه داریم. من که متاسفانه اسلحه‌ام از روی این رفت، اما سیاه بازیان. در مورد ایشون خانم، من از شما واقعا عذرخواهی. ایشون بیرون از بازی هستن. متشکرم. اصلاحت در آوردی منو بزنی. ایشون هم که سفید بود بیرون کردی. چند نفر رو میخوای بیرون کنی؟ چند نفر رو میخواد بیرون کنه؟ آقا منو میخواست بزنه تو چالش که اصلاحشو گرفتن. ایشون هم که سفید بود گردنم میگیره که آقا من گردن میگیرم، منو بیرون کنید. چطوری میشه من اون وقت برای شما ها سیاه میشم؟ دو تا سفید، یه سفید با رأی، یه سفید دیگه منو میخواست بزنه که ایشون اسلحه‌شو گرفت ازش. کلام آخر. بازم مدعی من گردن، من هستم رو تو. چجوری هستی؟ متشکرم. دیگه چقدر تو گاف میدی؟ سپاسگزارم. آقای عزیزی، شما بدترین بازیتونو کردین. همه ما رو وادار به اشتباه کردین. متاسفم. و ما دو تا از پارتیزانامون از دست دادیم و یکیشون خیلی خفن بود که از دست دادیم متاسفانه. آقای تشکر، تعجب میکنم از این نو بازی کردنت. خانم مهرابی، شما برای من سفیدی، اشتباه بازی نکن. خانم قلی خانی، اشتباه بازی نکن. من شلیک به شما. Thank you.
علاق از این سراری وصیت جناب آقای رامین راستاد برای دکتر پاسکال لطفاً میشنویم. آقای راستاد ماسکتون رو میتونید بردارید، راحت حرف بزنید. خب دکتر عزیزم، شک نکن که وقتی بخونن منو هم پارتیزان میخونن و سیاهن روی آقای جمشیدیفر. فکر کنین وقتی منو میزنه به این صورت میبره بیرون، منی که این همه اصرار دارم، من راجع به خانم محیا دهقانی اشتباه کردم، برداشت غلط، ولی با آقای خداداد عزیزی وارد مذاکره این شدم که کمتر از 10 ثانیه طول کشید. بنابراین اگر یه خورده باهوش بازی کنیم، با اینکه سه تا پارتیزان بیرونیم، ولی بازم شانس برد داره. آقای خداداد عزیزی رو بعد از من هر کی اسلحه داره بزنه، شک نکن. متشکرم آقای راستاد، لطفاً دکتر پاسکال رو انتخاب کنید، یعنی حدس بزنید. دوستان نجات، من برای شما خیلی مهمم، نکنید. اگر منو بدید بیرون، همه ی وجودم واسه این کافه میذارم که بدترین بازی عمرم انگار انجام دادم و اصلا نمیدونم چی بگم، یعنی به این قدرت دارم اصلا نمیدونم واقعا باید چی بگم. میخوام بگم این کار با رأی منو ندید بیرون، این کار رو نکنید. سپاسگزارم. دکتر پاسکال بیاد بالا. آقای راستاد در بازی بماند یا برود؟ متوجه شدم. اعلام وضعیت عادی. آقای رامین راستاد اغل و منقل رو جمع کردن و رفت زنات کن. اختیار داری، شما رحمتید، ولی اگر اشکالی نداره کمی دورتر از ما بنشین. متشکر. آقای کوروش سلیمانی عزیز بفرمایید. متاسفم که محیا دهقانی بیرون رفت. من چون خودم ابتدای بازی گفتم به هم اعتماد کنیم، هم به محیا دهقانی اعتماد کردم و هم به بهنام تشکر. اصرار آقای راستاد برای بیرون دادن محیا دهقانی یه مقدار بیشتر به سمت در واقع منفیست تا مثبت اشتباه، گرچه احتمال اشتباه رو کتمان نمی کنم، هممون تو این بازی بارها اشتباه کردیم. ولی خانم مهرابی، من هم معتقدم اینی که می فرمایید یک کسی که بیرون رفته و سفیده و با عصب داره بازی می کنه، به حرفاش توجه نکنید یعنی چی؟ یعنی که اشتباه می کنه، سفید نیست. اینی که شما دوتا رو این شکلی با این حدت راجبتون صحبت میکنه، یعنی اون گشتاپو بوده احتمالا. سپاسگزارم. چالش کسی میخواد؟ تشکر. خانم مهرابی، از شما کوروش و سلیمانی عزیز سوال میکنه، میگه سیاه بوده، میگه آره؟ نه لاک لیستا. نه. ازت ممنونم عباس که تقریباً تکلیف اون میز رو تقریباً روشن کردی برای ما. از نظر شما خانم مهرابی، ایشون سفید بوده خانم دهقانی؟ معلومه که سفید بوده، ولی برای خانم دهقانی شما سیاه بودی، شما هم سیاه بودی. تنها کسی که گفت به خانم دهقانی بریم رو اون میز کی بود؟ و فعلا خانم دهقانی رو داشته باشین؟ من فکر میکنم که آقای عزیزی رو هنوز داریم و نفهمیدم واقعا که راستاد، رامین راستاد چطور یه دونه بدون فکر رفت. احتمال خیلی زیاد میدم که رامین راستاد گشتاپو، چون هیچ فکتی، حتی من اینجا نوشتم، حتی گفتگو هم نرفتن با خانم دهقانی، حتی گفتگو هم نرفتن. احتمال من این، احتمال زیاد من اینه که گشتاپو بودن رفتن بیرون. بنابراین فعلا آقای عزیزی هستن برای من، فعلا سفید میشن، حواسم بهشون هست. شما برای من سفیدید، شما هم برای من سفیدید. فعلا من یک کمی رو اون میز مشغولم. همین اون دو تا خانم، چون خانم دهقانی میگفتن که سپاسگزار. متشکرم. میدونید که آقای سروش جمشیدی تنبیه انضباطی هستن، بفهم. چالش میخوان، بفهم.
در این که آشا مهرابی سفیده من شکی ندارم. خانم قلی خانی من به شما شک دارم. آقای عزیزی هنوز میدونم که شما اشتباه بازی کردید. خانم قلی خانی من یه سوال از شما دارم. از نظر شما آقای سروش جمشیدی که با آقای راستاد رفتن صحبت کردن و کسی بود که شانتاژ کردن همه رو برای خانم دهقانی، آیا از نظر شما سفیدن یا سیان؟ اگر سفیدن با لایک و دیسلایک نشون بدید. سفیدن؟ خانم قلی خانی شما از نظر من سیاهید، آقای جمشیدی هم سیاه. این دو نفر رو آقا سریع آقا رأی گیری کنیم بنزیمشون بیرون. اول از همه آقای جمشید. با سپاس بسیار، بفرمایید. اصلا ایشون یک دور صحبت نکرده، شما چرا رو ایشون یه زوم کردین و از من میپرسین؟ شما به من چی کار دارین؟ از نظر من شما سیاهین و 100% سیاهین، همونطور که آقای عزیزی سیاهه و همونطور که آقای تشکر عزیز سیاه. یعنی اصلا دیگه چیز نیست که، چی میگن، قابل بحث نیست. حتما شلیک میکنم. تایید میشه شلیک خانم شبنم قلی خانی به دلم میخواست 3 تا گلوله داشتم که هر 3 تاشون رو با هم میدونم. خب من فکر میکنم بهتر آقای تشکر رو بگیم. بزنیم اعلام وضعیت اضطراری. آقای تشکر، وصیت برای دکتر پاسکال. دکتر عزیز، دکتر عزیز، مرور خیلی جزئی بخوای بکنی معلومه که چه خبره. معلومه که وقتی حسین رفیعی برای خانم دهقانی سفید بوده، من حرف خانم دهقانی رو قبول کردم. وقتی همه گفتن که خانم دهقانی باید بره بیرون، من مخالفت کردم، گفتم که بیرون نرو. و یهو الان خانم شبنم قلی خانی بدون هیچ فکتی پا میشه اسلحه میکشه. این خیلی چیزا رو برای شما معلوم. سپاسگزارم. آقای تشکر، دکتر پاسکال رو تشخیص بدید. سپاسگزارم. دکتر پاسکال بیاد بالا. دکتر، آقای تشکر در بازی بماند یا برود؟ متوجه شدم. اعلام وضعیت عادی. آقای تشکر سفت سر جاشون میشینن. انتهای صحبت سرکار خانم مهر. خب من آقای تشکر، اگر که گفتم که نگفتم ایشون سیاهن، مگه چی فکر کردی شما وقتی گرداننده اعلام میکنه دوتا سفید ما بیرون داریم؟ من نگفتم ایشون سیاهن، من گفتم به حرفای ایشون، به وصیت ایشون، چون دارن اشتباه میکنن اصلا عمل نکنید. من این حرف رو زدم، اولشم چالش گرفتم. من نفهمیدم چرا عباس جمشیدی بلند شد کلی به آقای خداداد در واقع گفت و ولی آقای راستاد رو زد. اینم من متوجه نشدم. بعد حالا تونستی صحبت کن، من میخوام با شما برم تو گفته با من؟ بلد. مرسی، سپاسگزارم. بفرمایید 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 بفرمایید. 0900 اتاق 0900 فلاک 0900 اتاق گفتگوی امن و خصوصی. آقای تشکر، اگر خلبان یا کسلر باشن حق دارن در این گفتگو دروغ بگن. تایید میشه. میتونین نقشتون رو ببینین اگه به من اعتماد دارین. چون شما خانم قلی خانی رو سفید اعلام کردید. سفید. من اینجوری اون وقت فکر میکنم که شما کسله. شما خانم سفید کردی، خانم من شلی کرد. شما برای من سیاهید، خانم سفید. بس شما حتما کسله.
شما نقشتون رو ببینید. سپاسگزارم. بفرمایید آقای تشکر. خانم مهرابی، استدعا میکنم در مورد همدیگه، اگر کس دیگری حتی به یکی از شما تارگت میزنه لایک ندید، گرچه دور تموم شده و بلافاصله بعدش که بشماریم آزاد میشیم. اینا رو مرتب تکرار میکنم برای که ملکه ذهن بشه. استدعا میکنم. الان آقای خداداد عزیزی سر صحبت بودن، 1 و 2 و 3 آقای تشکر هستن. دور پنجم بازی شروع میشه و شما از تنبیه انضباطی بیرون اومده اید. استدعا میکنم آقای تشکر. چالش کسی میخواد؟ خانم مهرابی؟ نه چالش نمیخواین راجع به اتاق حرف بزنین؟ نه شما بفرمایید. مرسی. من از شما چالش میگیرم. مرسی. خانم قلی‌خانی پا میشه بدون هیچ فکتی به من شلیک میکنه. از دکتر بازی ممنونم. بدون هیچ فکتی به من شلیک میکنه. خانم مهرابی 100 خانم قلی‌خانی رو 100 سفید اعلام میکنه. همیشه میاد توی اتاق، ازشون خواهش کردم، البته ایشون منو دعوت کردن و میخواستم بدونن که من نقشم چیه و بهشون گفتم که میشه شما هم نقشتون رو به من بگین. توی اتاق ایشون به من گفتن که شما پس برای من کسلر بازی میشین، نه حتی گشتاپو. جفت اونهایی که هستن اونجا برای من سیاهن، شک نکنید. خانم قلی‌خانی، شما با چه فکتی پا میشه به من شلیک میکنی؟ چرا فکتتو اعلام نمیکنی؟ اینجای بازی ما نمیتونیم اشتباه بکنیم، من اصلا از شما نمیتونم بپذیرم. بعد خانم مهرابی، من برای شما تو اتاق کسلر بازی میشم؟ کلام آخر. چون نقشمو به شما نمیگم، معلومه که به شما نمیگم. من فقط میتونم سایدمو به شما بگم خانم. متشکرم. بفرمایید. من میدونم که شما فقط میتونین سایدتونو به من بگید. بله. من از ایشون پرسیدم که شما سایدتون چیه؟ ایشون به من گفتن که من پارتیزانم. من نمیتونم، در واقع گفتن من سفیدم دیگه. خب چرا پس چی؟ گفتید که من سفیدم، یعنی شما گفتید خودتون رو بشه من سفید کردین. از نظر من ایشون سفید نیستن، چون که یا ببینید دارید خیلی بد بازی میکنید آقای تشکر، یا یک پارتیزانی هستید که دارید خیلی بد بازی میکنید. سلام آخرتون. 100% شما کسلرید که میتونید دروغ بگید. سپاسگزارم. از این جهت من به شما گفتم کسلر. در موردی که خانم قلی‌خانی سفید، چالش زمانش کوتاه. سپاسگزارم. بفهم. داشتم خفه میشدم. دور از شما. نه واقعا داشتم خفه میشدم. لعنت بر لایکی که بی موقع بالا بیا. نتونه حرف بزنه خیلی درد. خیلی درد. خانم قلی‌خانی، به نظر من شما شلیک اشتباهی کردید. اشتباه شلیک نکردین و به شخص اشتباه شلیک نکردین. اشتباه شلیک اشتباه از انتخابی که بین ستایی که کرده بودین به اون کسی زدین که میتونست بدون اینکه دکتر سیوش کنه تو بازی بمونه. ما اصلا خیلی وقته که دکترمون تو بازی نیست دوستان، و ما دکتر نداریم و این رو خود گشتاپو هم میدونه. پس این بازی ها رو برای ما در نیارین آقای تشکر، آقای جمشید، آقای عزیز. این بازی ها رو برای ما در نیاد. خب و کاش شما یکی از اون دو عزیز رو زده بودین و ایشون رو با رأی میدادین بیرون که مشکل ما کم بشه. الان خیلی مشکل داریم. خود شما هم میدونین آقای تشکر که رامین راستاد 100 سفید بازی بود. آقای سلیمانی اصلا شک نکنید. کلام آخر. من شما رو خوب میشناسم و حتی میدونم که چجوری بقیه دوستان شما سفید بازی. بله ایشون شما رو تایید کردن، باید تایید کنم. سپاسگزارم. شما سفید بازی، شما من سفید بازی. بفرمایید. من میخوام شلیک. نه تو اصلا نداری، به درد نمیخوری.
تایید میشه. میدونید که آقای تشکر با دو شلیک متوالی قطعا از بازی بیرون میرن. لطفا تشویقشون بفرمایید. متشکرم. دو نفر بیرون هستن، سر صحبت حتما استعلام میگیم. فقط بگم بهتون که بازی ادامه دارد. آقای سروش شمشیری شلیکشون رو انجام دادن. سرکار خانم قلی‌خانی بفرم. درسته که آقای تشکر عزیز از بازی بیرون رفتن، ولی فقط همینو میگم که حالا اصلا برای خودم توضیح داده باشم، اینکه من دلایلمو تو ذهنم چیدم و شلیک کردم، حالا به زبون نیوردم، خواستم ریتم بازی تندتر بشه، ولی به هر حال از صحبت‌های ایشون، از اینکه روی این میز اول تاکید داشتن آقای رامین راستاد برای همه ما سفید صد بود، مشخص بود که آقای عزیزی در واقع سیاه بازیان، و گفت خب خیالم راحت شد، یعنی که دیگه به اون گشتاپو کاری نداشته باشین. من از روی اینها خب حدسم فکر میکنم درست بود و شلیکو کردم که در ادامه آقای جمشیدی عزیز کار اصلی رو انجام داد و خب دیگه الان کاملا به نظر من مشخصه دیگه آقای عزیزی آقای جمشیدی فر. سپاسگزارم. امیدوارم که در واقع درست بازی کرده باشیم، اشتباه نکرده باشیم. من خودمم با آقای تشکر که صحبت کردم، اون در واقع صداقت پارتیزانی رو چشمشون ندیدم و ایشون به من راست نگفتن. حالا دو حالت داشت که میتونستن راست نگن. من نمیدونم، آخرین دست فینالم هست و خیلی یه فاجعه ایه دیگه، اگر که ولی دیگه اب نداره، منم شلیک میکنم. من چون به آقای عباس جمشیدی فر و آقای خداداد عزیزی شک دارم و شما چون اسلحه ندارین، پس به شما شلیکی. اعلان وضعیت اضطراری، لطفاً ماسکا رو بذارید. آقای خداداد عزیزی برای دکتر پاسکال وصیت کن. وصیتی ندارید آقای عزیزی؟ نه. آقای عزیز دکتر پاسکال رو انتخاب بفرمایید. متوجه شدم. دکتر پاسکال، خداداد عزیزی در بازی بماند یا برود؟ متوجه شدم. اعلان وضعیت عادی و خداحافظی میکنیم با دوست خوبم سرورم خداداد عزیزی. تشویقشون کنید آقای چند. نوبت صحبت آقای عباس جمشید. خانم آشا، خانم مهرابی، شما برای من سفیدین و نمیدونم چه اتفاقاتی داره میفته. اگر شمای سفید الان اسلحه داشتین نمیدونم، ولی خب واقعا اعصابم خورده از این پیچیدگی ها، از این اتفاقات. الان فکر کنم هیچ کس اسلحه نداره، درسته؟ به پایان دور که برسه من استعلام خدمتتون میدم. استعلام و الان نمیتونم به این سوال شما جواب. من فکر کنم هیچ کس نداره دیگه. ایشون که زدن، ایشون هم زدن که نمیدونم. رای گیری بکنیم دیگه. رای گیری کنیم. میخوای ایشون رو بفرستیم بیرون؟ متشکرم. آقای کوروش سلیمانی بفهم. بسیار خوب. من اگر بخوام که بر اساس اون صحبتی که خانم دهقانی و بیرون رفتنشون و تاکیدشون رو شما دو نفر، حرفایشون رو در واقع مثبت تلقی کنم و تایید بکنم که باید یه چشم پوشی کنم به بسیاری از اکت‌های درستی که از این بر اتفاق افتاده. من هر دوتا رو چون به من گفتن سفید هستند، سفید دونستم. یکیشون رو به درستی و الان که فکر میکنم با توجه به اتفاقات افتاده، طبیعتاً آقای تشکر با من به راستی صحبت نکردن. در نتیجه چیزی که الان اتفاق افتاده و نوع نگاهی که شما روی ایشون دارید، من هم با شما بازی میکنم. البته منتظر استعلام شما هم
استدعا میکنم استعلام وضعیت همینجا باید خدمت رفقا اعلام بشه. دو نفر از بازی خارج شدن رو اعلام میکنیم. طبیعتاً آقای خداداد عزیزی استعلامش با نفر بعد خواهد اومد. از دو نفری که یعنی نفر سوم و چهارمی که از بازی خارج شدن، عرض میکنم خدمتون که یک مأمور نجات دیگر از بازی خارج است و یک مأمور گشتاپو. تعداد گفتگوهای انجام شده 7 عدد، یعنی 3 نفر میتونستن گفتگو داشته باشن که ظاهراً پلاک آقای خداداد عزیزی کماکان اینجاست. تعداد شلیک ها 4 تاست ولی یه دونه از اسلحه‌ام همونطور که در جریانید سوخت، ضبط شد و اسلحه در دست گرداننده 2 عدد. سر صحبت آقای تشکر بودند 1، 2 و 3. سرکار خانم مهرابی، دور ششم بازی و بازی ادامه دارد. بفرمایید. خب من الان چون خودم خیلی گیج شدم باید یه مروری بکنم. ما الان 1، 2، 3، 4، 5 نفر توی بازی هستیم. این یعنی 5 نفر بیرونن. از این 5 نفری که بیرونن، ما 2 نفر رو مطمئنیم که نجاتن، 2 نفر رو هم من مطمئنم که گشتاپو هن، 1 نفر دیگه هم باز نجات، یعنی 3 نفر الان نجات بیرونه، 2 نفر گشتاپو بیرونه. این به این معناست که ما 2 تا گشتاپو پس الان تو بازی داریم، چون که 3 تا اگر نجات بیرون داشته باشیم، 3 و 2 میشه 5، ما 5 نفر تو بازیم، 2 تا باید گشتاپوی دیگه داشته باشیم. یعنی دارم اشتباه میکنم؟ اگه من دارم درست میگم به من لایک بدین. لایک و دیسلایک فقط. فقط لایک و دیسلایک به من بدین. بله. چون ما الان 5 نفر بیرون داریم. کلام آخر. قبلا اعلام شد که 2 نفر اول که سفید بودن. از این 2 نفری هم که اعلام شد 3 نفر، 2 تا گشتاپو بیرونن، 2 تا گشتاپو ما الان داخل داریم. اگر که مشتری گشتاپو شده باشه. سپاسگزارم. نه که یه دونه داریم. سپاسگزارم. آقای جمشیدی بفهم. خانم مهرابی من هنوز میگم برای من سفیدین، اشتباه بازی کرد. اشتباه بازی کرده. چرا شما به 1 نفر دیگه که الان نشسته و از اون اول همینطور هیچی نگفته منفعل بازی کرده هیچی نگفتی؟ میتونم من ایشونو به خصوصی دعوت کنم؟ تایید میشه؟ بفرمون. گفتگوی 0900 آقای منو عباس جمشیدی، سرکار خانم آشا مهرابی. اگر خانم مهرابی خلبان یا کستر بازی باشن حق دارن در گفتگو دروغ بگویند. مامان نجاتی بچه رو آمین زدی به نظر تو الان خلبان که کجا الان راستشو بده بیا با هم بازی کنیم. تو سایدت چی؟ راست بده. نه شبنم ما مطمئن. تکلیف اون معنی میشه اون چرکه هم فهم. لطفاً هیچ عکس العملی در مورد اتفاقات اتاق گفتگو نداشته باشید، خواهش میکنم. آقای سلیمانی بفهم. خیلی ممنونم آقای نبویان. و توجه به شرایطی که وجود داره به نظرم باید رأی گیری کنیم و اون 1 نفر گشتاپویی رو که توافق دارید و به نظرتون میرسه، من بر اساس صحبت جمع فکر میکنم نظرتون روی آقای جمشیدی است، با لایک به من نشون بدید اگر هست. شما خانم مهرابی تأکید میکنم، تأکید کردم سکوت حق رأی.
خانم مهرابی 30 ثانیه پیش گفتم، 30 ثانیه پیش گفتم. آی شما در وضعیت اضطراری اگر بریم حق رأی ندارید، دوره بعد حق صحبت ندارید، حق چالش ندارید. هر بار میگم و درست 30 ثانیه بعد متاسفانه اتفاق میفته. بفرمایید. خانم مهرابی یه حدسی هم که زدن، گفتن ممکنه 2 تا گشتاپو باشه، ولی من با توجه به شرایطی که وجود داره فکر میکنم 1 گشتاپو هست، یعنی حدسم اینه. به نظر من رأی گیری کنیم، مشخص خواهد شد چون استعلام هم خواهیم کرد و دیگه، یا نمیدونم دیگه، کلام آخر متشکرم. رأی‌گیری برای ایشون نکس نمیدم. سپاسگزارم. چالش آفه بفرما. اصلا آفه بچه‌م نمیدادم به تو، چون تو هم به من چالش نه. شک نکنین خانم مهراب، شما که الان نمیتونی رأی بدین هیچ ایرادی نداره، ما 3 نفر هستیم و الان به اجماع رسیدیم سر عباس جمشیدی، هیچ مشکلی هم نداره، بازی تموم میشه. فکر نمیکنم که، چون الان داریم نگاه میکنیم، مشتری هم اگر تو بازی باشه که شلیکشو کرده، شما که شلیک کردی، ایشون که شلیک کردن، منم که شلیک کردم، الان مشتری از کجا میخواد بیاد؟ مگه که اجماع برسیم، رأی بدیم، ایشون برن بیرون، بازی که تموم میشه، قطعا تموم میشه، خیالتون راحت. سلام آخر. نگران هیچ نفت. متشکرم. همین، خیلی ممنون. بفهم. خوشحال شدم. مرسی. خانم قلی خانی بفهم. نکست. بنابراین میریم به وضعیت اضطراری، چون شلیکی اتفاق نیفتاد در دور قبل. سر صحبت سرکار خانم مهرابی، رأی ها رو میشمارم برای خانم مهرابی، برای آقای عباس جمشیدی. آقای کوروش سلیمانی، آقای سروش جمشیدی، خانم شبنم قلی‌خانی. اعلام وضعیت عادی. اعضای کافه تصمیم گرفتن آقای عباس جمشیدی جمع ما رو ترک کنن. شما یه وصیت دارید؟ بفرمایید. من متاسف. من متاسفم. شما بردید، گشتاپا برد. همین. متشکرم. تشویقش رو بفهم. سر صحبت کی بود؟ خانم آشا مهرابی بودن، 1 و 2 و 3 خانم شبنم قلی‌خانی سر صحبت هستن، انتهای صحبت آقای سروش جمشیدی هستن. دور 7 بازی است و با خروج تمام گشتاپوها گروه نجات برنده ای هست. عالی بود. سروش دمت گرم. تشکرم. من مشتری بودم. مشتری خریده شده. من خلبان میدونم. اونو بردم میگم بابا اسلحه بدم، این نتونست، دکتر بود نتونست. این دکتر بود. دست شما و 2 نفر آقا رو بالا بودم، کوروش و آقای تشکر. شما نفر اول گفتگو آدم میبرید تو؟ توقع کنه این کار دکتری من یا چرا باید ببری آخه؟ بعد اینم تو رو سفید نمی کنه. خب معلومه من میگم تو کس نمیدی. اصلا تو چرتیس بازی بوده. چرتیس بود دیگه، من رفتم باش گفتگو، اسلحه گرفت، من مشتری بودم. سیم کارت های ایرانسل با پیش شماره 0900 او نداره. 0900 فقط یه شماره روند نیست، بلکه بیانگر یه جور هویت شخصیه، نشانه سبک زندگی خاص و متمایز. این سیم کارتا علاوه بر خوش آهنگی شماره، اولا دائمی هن، در ثانی کلی خدمات ویژه دارن، از جمله یه بسته مکالمه رایگان ماهانه 900 دقیقه‌ای، یه بسته پیامکی 900 تایی ماهانه و تا 280 گیگابایت اینترنت.
برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر کافیه کد دستوری 3900 مربع را شماره گیری کنید یا به آدرس 900.ir مراجعه بفرمایید. 0900 سیم کارت نسل متمایز. جمشید نظرتون در مورد کلین شیت هفته گذشته پارتیزان؟ خیلی چسبید، یعنی عجیب و غریب چسبید تو این پنج دستی که بازی کردیم. خیلی چسبید. یه بازی اولش انجام شد، من که کرتیس بازی بودم و سه نفر رو دیده بودم، خب یکم به اشتباه افتادم. یه ساید دیگه ای رو معرفی کردم که دقیقاً اونها سفید بازی بودن، ولی با یه دور زدن ساده تشخیص دادم، سعی کردم که کرتیس خوبی باشم و کارم رو درست هم از خودم تعریف. خیلی کرتیس خوبی بودم اصلا. آره جدی؟ مگه دیدی؟ ای کامل. آره خیلی کرتیس خوبی بودم و خیلی از خودم راضیم، از خود راضیم، دوست دارم که از خود راضیم. دلتون برای این سناریو بازی تنگیم؟ دم همه بچه های نجات گرم که به هر حال از یه جایی به بعد به همدیگه اعتماد کردیم و دهن گشتاپویی ها رو دیگه دادیم رفت بیرون رو دیگه، ما رفتیم برای فینال بعدی. فینال آخره. دلتون برای این سناریو های بازی تنگ نمیشه؟ چرا؟ انصافاً بازی همونی که گفتم خیلی بازی کثیف. هر پا هم پس نمیگیرم. الان آقای ابوطالب باز و مجدد بیار، من سر حرف خودم هستم. آقای ابوطالب بریم، الان دیگه بریم. کثافت جذابیه و کلی کیف کردیم کنار همه بچه ها. خیلی خوش گذشت. امیدوارم که از مجموع این بازی ها سه دست اول و سه دست فینال یه خاطره خوب مونده باشه، هم برای خود ما هم برای مردم که میبینن. من مشتری بودم. یه اتفاق نادر که افتاد این بود که دو تا مشتری با هم رفتن به گفتگو، هیچ کاری نتونستیم بکنیم. البته خانم مهرابی به من اعتماد نکرد، حتی راجب آقای عزیزی هم به من نگفت که سیاهه، و وقتی توی بازی گفت سیاهه یه مقدار من رو به خودش مشکوک کرد. اما بعد از اینکه مشخص شد مشتری من، یقین کردم و اعلامم کردم که من میتونم کمک کنم به گروه نجات. منو دعوت کردن، من مسلح کردن و این یکی از دلایل پیروزی گروه نجات شد و به نظرم خیلی بازی ترتمیز و فینیشی شد. کلیشه‌ای که انجام شد دلپذیر بود دیگه. منم انتخابم اشتباه نبود که رفتم سمت اون. راجب این که بازی بعدی که خواهد شد، من فکر میکنم اگر گروه نجات، من معلوم نیست گروه نجات باشم یا گشتاپو باشم، اگر گروه نجات بخواد ببره باید این فرمول رو رعایت کنه که به هم اطمینان کنن بچه ها به جهت بازی های مکرر با هم و دست خوردن های بسیار اعتمادشون اومده پایین. به نظر من این یه خطریه برای گروه نجات، چون دیدیم تو بعضی از بازی های اخیر من به گروه نجات میباخت. دقیقا این که دلالش هم امیدوارم تماشاگران لذت ببرن، چون هدف همه ما
گذشته که اول از اینکه تمام بچه‌ها واقعا خوب بازی کردن، چه گروه نجات چه گشت و خوب، همه تلاششون رو تو هر گروهی که بودن کردن و اینکه واقعا گروه های نجات هم خواهد بازی کردن و برای نتیجه هم توی پیشبینیتون نورده این قسمت و اگه دلتون تنگ نمیشه برای این بازی؟ چرا؟ اصلا اعتیاد داره این بازی. یک اعتیاد داره، دو این که اصلا این بازی که نمیشه پیش بینی کرد، واقعا نمیشه، چون مرز بین دروغ و اعتماد خیلی باریکه و وحشتناکه. هم نمیشه، خیلی سخت میشه اعتماد کرد، هم خیلی سخت میشه دروغ گفت. خاطر همین من اصلا تو این بازی تو هر دفعه‌ای که بازی کردم، چه تو تمرینام چه مقدماتی چه فینال، هیچ وقت بازیمو پیش بینی نکردم. دسته تمرینی شما دست به شلیکاتون خیلی بود. بله. ولی این مدت خیلی شلیک از شما ندیدید، چرا؟ چون اینجا باید خیلی احتیاط کنی، چون هر حرفی که میزنی ممکنه که بری بیرون و اینکه باید یه مقدار با مکس با یه تفکری بری بیرون. اینکه خیلی هم بخوای اتفاقا شلوغ بکنی و یه کار اشتباهی بکنی ممکنه سایدت ببازه. این یه ذره به تفکر و یه استدلال ریزی اون وسط که برده دارن حرف میزنن نیاز داره. مورد مخاطبات هم امروز در مورد سناریو بازی ها خوب بوده و قطعا خیلی هم بهتر از این خواهد شد. میگم خیلی بازی متفاوته، حتی در حدی که کاش که از بچگی این بازی رو من یاد میگرفتم برای زندگی خودم. قصه ما اینه که ما الان بعد خودمون رو به تق کجا کافه پیدا کنیم، دوستان کجا پیدا کنیم. یه ماه هر شب داریم بازی میکنیم، نمیدونیم بعد چیکار کنیم. من که میگم یکم زمانش بیشتر کنیم. بیننده های خوب ارتش سری، مسابقه پیشبینی داریم. به نظر شما در مسابقه بعد گشتاپو ها میبرن یا گروه نجات؟ به سه نفر از کسایی که پیشبینیشون درست از آب در میاد به قید قرعه سه تا جایزه ویژه تقدیم میکنیم. برای شرکت در این پیشبینی کافیه کد دستوری 3900 مربع رو شماره گیری کنید یا برید به آدرس 900.ir. 0900 خط نسل متمایز. اون طرف دار دیوونه ات که میتونی روش حساب کنی، منم من همونیم که تو شادیات که نه رفیق تو غمم، من تو رو نمیشکنم. خوشم میاد میدونی جونم و باد میدادم، بین تو و غرورم تو رو نجات میدادم. آهای تو که مثل من چشمای ابری داری، راز منو تو قلبت یکم نگه میداری، یکم نگه میداری. فدا شدن به خاطر تو که خود قلب منی، تو که به خاطر من از تموم دنیا میکنی. فدا شدن نیست که دیگه چشم بندی روی من، خوبی هنوز تو حافظم، برای حال خوب تو هر کاری برمیاد ازم، کاری برمیاد ازم به خاطرت. میکشی آخرم منو تو با دلت، خوشم میاد میدونی جونم و باد میدادم، بین تو و غرورم تو رو نجات میدادم. آهای تو که مثل من چشمای منو تو قلبت یکم